17مین کنفرانس مجلس علمای شیعه آمریکای شمالی برگزار شد. در جریان این کنفرانس، علمای شیعه از کشورهای کانادا و آمریکا در هتل حیات ویرجینیای آمریکا گرد هم آمدند. به گزارش شیعه ویوز، در این کنفرانس که حدود 50 تن از روحانیون و علمای آمریکا و کانادا شرکت داشتند، ابتدا اساسنامه مجلس علما مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از دیگر فعالیت‌های این کنفرانس تشکیل 5 کمیسیون کاری بود که در هر کمیسیون 6 تا 8 نفر از علمای شیعه حضور خواهند داشت. در این راستا حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری از وکلای مرجعیت شیعه در آمریکا و نماینده بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به عضویت کمیسیون حوزه و کمیسیون امور فقهی و علمی انتخاب شد. همچنین حجت الاسلام شیخ صالح سیبوی از وکلای مرجعیت شیعه آیت الله العظمی شیرازی در کانادا و از اعضای اصلی هیئت اداری این مجلس به عنوان عضو کمیسیون ارتباطات و هماهنگی انتخاب شد. مؤسسه امام به مدیریت حجت الاسلام و المسلمین سید باقر کشمیری وکیل آیت الله العظمی سیستانی در آمریکا کلیه امور هماهنگی و ارتباطی و پیگیری فعالیت کمیسیون ها را عهده‌دار شد. در این کنفرانس دو روزه همچنین مشکلات و مسائل مهم مربوط به جامعه شیعی آمریکایی شمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادها و راهکارهای مقابله و حل این مشکلات مطرح شد. در این نشست حجت الاسلام شیخ صالح سیبوی طی سخنانی ضمن ابلاغ سلام آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به علمای حاضر از زحمات مؤسسه امام و مدیریت محترم این مؤسسه برای برگزاری این کنفرانس تشکر کرد. حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد تقی زاکری نیز طی سخنانی تاکید مرجعیت شیعه بر برادری و همکاری علما با یکدیگر و ارتباط با دیگر مذاهب و ادیان را بیان کرد. گفتنی است مجلس علمای شیعه آمریکای شمالی هر سال با برگزاری اجلاس عمومی در راه خدمت به جامعه شیعی قدم برمی‌دارد.